In June 1982, in the midst of the Lebanese Civil War, Israel sent its military to Lebanon in order to defeat the Palestinians. The Israeli military soon reached the outer skirts of Beirut. For Iran, this was a golden opportunity knocking. Ayatollah Khomeini was advised by the Revolutionary Guards and the top clerics to approve Iranian military intervention in Lebanon. سپاه پیشنهاد داد که ما برای دفاع از سرزمین لبنان یکی از یگانهامون رو اونجا بفرستیم که از ورود ارتش اسرائیل به بیروت جلوگیری کنه. Iran sent a group of 1,000 men from the Revolutionary Guards Brigade dubbed Mohammed Rasul al-Ala. Tehran's military deployment to Lebanon was seemingly to defend the country and the Palestinians against Israel. Iran's true motive, however, was very different. Iran aimed to position itself as the defender of Islam and the defender of Palestine, and to expand its influence and military might in the region. هنوز چند روزی از آزادسازی خرمشهر نگذشته بود که صهیونیست‌ها به جنوب لبنان حمله کردند. باید از جمع فرماندهان کسی انتخاب می‌شد تا توان جنگ در چند جبهه را داشته باشند و این ویژگی تنها در احمد جمع شده بود. حالا احمد به آرزویش رسیده بود. جنگ با دشمنان اصلی اسلام. دستورات لازم را به او دادند و در روز 21 خرداد 1361 قوای محمد رسول الله سوار بر هواپیما عازم سوریه و پادگان زبدانی دمشق شدند و بلافاصله از آنجا به بقاع لبنان رفتند و جبهه‌ای در برابر صهیونیست ها باز کردند. از طرف دیگه ما دیدیم که اصلا سوریه و لبنان زیر بار جنگ جدی با اسرائیل نمیرن. حالا ما نیروهایی که بردیم اونجا خود ما هم به اونها نیاز داریم، این نیروها اونجا معطل میمونن. فضا ما تصمیم گرفتیم که یه قرارگاه آموزشی و پشتیبانی از رزمندگان لبنان درست کنیم ولی بقیه نیروها رو بیاریم. بالاخره حاج احمد رفت و مستقر شد در لبنان، در دره بقا و شهر بلبک مستقر شد. نیروها رو چیدن، جبهه در مقابل اسرائیل باز کردند، شروع کردند به آموزش دادن نیروهای لبنانی و رزمندگان لبنان رو شروع کردند آموزش دادن، که از همون آموزش ها بعدن حزب الله لبنان در حقیقت شکل گرفت. در حقیقت حزب الله لبنان تولد یافته تیپ 27 حضرت رسول هست و اون نیرویی که از این تیپ اونجا موند و به آموزش نظامی رزمندگان لبنان ادامه داد. Let's listen to Hossein Dehkhan, the current Iranian Minister of Defense under Rouhani and a commander of the Revolutionary Guards in the 1980s, who had a key role in the formation of Hezbollah in Lebanon. به هر حال سپاه اونجا مرکز آموزشی جنتا رو انداخته بود در خود لبنان پشت نویشه ساسان اجر. لبنان رفته باشید شما اونجا آموزش داده می شد، آموزش بچه های حزب الله، و در این حال هم به یک نوعی تسلیح هم می شدن که بتونن عملیات انجام بدن، و یک شورای تشکیل شد به اسم شورای حزب الله. این تشکل که حالا به لحاظ شکلی شکل گرفت، موعد اقدامات بعدی می کردیم. خیلی خوب، شما این تشکل هستید، یه نامی باید داشته باشید. چی باشد؟ شد حزب الله. بعد اون این تشکل که نمیدونه بدون زبان و ارگان باشه، یه نشریه را انداختیم به اسم هفته نامه عهد. حالا شده ان عهد را هنوزم بعدن تغییرات توش دادند و اینها. این هم شد یک نشریه که هفتگی مغازه حزب الله رو به سر اعلام میکنه. بعد اون اینکه نمیشه شما سخنگو هم نداشته باشید، یکی هم باشید که مغازه شما رو اعلام کنه که هر کسی از طرف شما صحبت نکنه، یک سخنگو هم گذاشت. بعد اون این هم که نمیشه، تا این حد باید یه رسانه هم باشه، ما یه رادیویی هم داشته باشیم. یه رادیوی حزب الله، ازای حزب الله را انداختیم و اون هم در زمان آقای هاشمی بود توی صدا و سیما. بچه های صدا و سیما خیلی کمک کردن، آقای شیشه‌گران اینا اونجا مسئول این کار بودن، فعالشون کردیم، رادیو هم را افتاد. دیگه کم کم حزب الله شکل گرفت و بعد گفتیم حالا شما این نشان و علمی هم میخواید دیگه، این پرچم حزب الله رو اون موقع به سر یکی از دوستان خودمون سپاهی طراحی کرد و بچه خود سپاه. بله بله. و این نیروی مقدس و قابل احترام به نام حزب الله تشکیل شد.